سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو قبرس. من سینا بابایی هستم همراه با ملک بانو جسمی. امروز قصد داریم یکی دیگه از مکانهای تاریخی قبرس شمالی رو با هم دیگه ببینیم. با ما همراه باشید. مسجد لالا مصطفی پاشا در ابتدا به عنوان کلیسای جامع سنت نیکولاس شناخته میشه و بعداً به عنوان مسجد سنت سوفیا فاماگوسا نامگذاری شد. این بنا بزرگترین ساختمان قرون وسطایی در فاماگوسا و یکی از برجسته ترین بناهای معماری گوتیک شناخته شد که همچنان باقی مانده. این بنا شباهت بسیار زیادی به کلیسای نوتردام پاریس داره. احتمالاً توسط ژان لانگلوس فرانسوی طراحی شده و گمان می‌رود بر روی بقایای کلیسای قبلی ساخته شده باشد که در سال 1298 تا 1312 میلادی تکمیل شده باشد. جالبه بدونی این درخت مشهورترین درخت زنده در جزیره قبرس شمالی. چندین پادشاه سلطنتی در اینجا به خاک سپرده شدند، از جمله جیمز دوم و سوم. ورودی اصلی این بنا که با سنگ‌های عسلی رنگ ساخته شده در ضلع شرقی میدان معروف نامی کمال واقع شده است. کلیسا در سال 1954 و به خاطر یکی از وزرای بزرگ عثمانی به مسجد لالا مصطفی تغییر نام داد. با شکست ونیزی ها و سقوط فاماگوسا در آگوست 1571 قبرس تحت کنترل عثمانی قرار گرفت و کلیسای جامع به مسجد تبدیل میشه. نقاشی های دیواری این کلیسا با گچ پوشیده میشه و برخی از شیشه های رنگی با شیشه های شفاف جایگزین میشه و مانند تمامی مساجد کف کلیسا توسط فرش پوشانده شد. فضای داخلی با بیش از 50 متر طول و نزدیک به 20 متر عرض که با 6 ستون در هر طرف از تاق پشتیبانی میکنن ساخته شده است. شب شده، نمیخوای بریم؟ راست میگی ملک، ولی خیلی خفنه، دوست داشتم بیشتر بمونم، ولی خب چاره‌ای نیست، باید خدافظی کنیم. امیدوارم که برنامه این هفته ما هم دوست داشته باشین. تا دیداری دیگر، بدرود. خدافظ.